سلام پسرم، من پدرتم، پدری که کلی حرف برای گفتن داره، پدری که قصد داره تمام حرفاش رو تو نامه بهت بگه. امشب شب کریسمسه، شبی برفی تو هلسینگبورگ. تو توی رخت خوابت خوابیدی، الان که بیدار شی. من اینجا تو بیمارستانم، میخوام حرفایی بهت بزنم که گفتنشون برام سخته. پسرم، برای تو می نویسم تا بدونی من زندگی یه نفر رو گرفتم. نمیدونم برات فرقی داره بدونی زندگی چه کسی یا نه. بذار از اول برات بگم. دختر کوچولو 5 سالش بود. هفته پیش دیدمش تو اتاق تلویزیون بیمارستان، رو صندلی قرمزی نشسته بود. صندلی رو خودش رنگ کرده بود. 22 تا مداد شمعی لازم بود تا صندلی قرمز بشه. تهیه این همه مداد شمعی برای دختر کار نداشت. وقتی بچه بیماره، تنها چیزی که همه براش میارن کادوه، مداد شمعیه. همه فکر میکنن با این کار درد آمپولاش کمتر میشه و از مریضش فاصله میگیره. اما دختر باهوش بود، میدونست مداد شمعی تأثیری تو خوب شدن مریضی و کم کردن درداش نداره. به خاطر خوشایند دیگران روزها نقاشی میکشید و شبها صندلیشو رنگ میکرد. یه بار ازش پرسیدم این چه کاریه میکنی؟ مطمئن جواب داد صندلی رنگ خودشو دوست نداره، دلش میخواد قرمز بشه، منم کمکش میکنم. راست میگفت، رنگ قرمز بیشتر به اون صندلی میومد. عروسک خرگوشی دخترم رنگ قرمز صندلی رو خیلی میپسندید. دختر عروسک روی صندلی مینشوند. عروسک سعی میکرد صاف بشینه، اما گوشای بلندش خم میشدن. دختر جلوی صندلی زانو میزد، پنجه های پشمالوی خرگوششو تو دستش میگرفت و براش قصه میگفت. کسی چه میدونه؟ شاید رنگ قرمز ترس رو کم میکرد. یه بار ازش پرسیدم چرا به خرگوشش میگه خریگوش؟ فکر میکردم شاید گفتن کلمه خرگوش براش سخته، اما دختر خندید چون اسمش خریگوشه. جواب قانع کننده ای بود. دخترک دنیای قشنگی داشت، دنیایی که مخصوص خودش بود. تو دنیاش خیلی چیزا معنی و مفهوم متفاوتی پیدا میکردند. کشف این معانی برام لذت بخش بود. یه شب که گوشه راه رو ایستاده بودم، شنیدم دخترک به خرگوشش گفت میدونی خریگوش، مردن خیلی سخته. من دلم نمیخواد زود بمیرم، دلم میخواد 100 سال یا اصلا 200 سال عمر کنم. دوست دارم پیره پیره پیر شم. دوست ندارم فردا یا پس فردا بمیرم. خریگوش با چشمای نارنجی براقش به دختر زل زد و هیچی نگفت. معلومه خریگوشم خب دلش نمیخواست دختر زود بمیره. دخترک ساکت شد، دور و برش رو نگاه کرد. صدای پایی از ته راه رو میومد. گوشاشو تیز کرد، زودی از جا بلند شد، خریگوشو محکم بغل کرد، به صندلی قرمزش دست کشید و آروم در گوش خریگوشش گفت خودشه، داره میاد. دختر دوید تو اتاقش، کنار مادرش دراز کشید و پتو رو روی سرش کشید. منم به اتاقم برگشتم، چون هر شب زنی با ژاکت خاکستری زخیم تو راهروها راه میرفت. زن پوشه همراهش بود که اسم همه ما توش نوشته شده بود. رو تختم دراز کشیدم، دلم میخواست منم مثل دختر سرم و زیر پتو کنم، اما به پنجره نگاه میکنم، به برفی که سبک و نرم رو درختای توی حیاط میشینه، به تو فکر میکنم. پسرم، شب کریسمسه، صبح که از خواب بیدار شی برف و آب شدن.
هلسینگبورگ اینطوریه دیگه، برف زیاد تو خودش نگه نمیداره. درسته هلسینگبورگ زادگاهمه، اما هیچ وقت میونه من باهاش خوب نبوده. من و این شهر هیچ وقت با هم آشتی نکردیم. باور کن نمیفهمم چطور آدم ها شهر زادگاهشون رو دوست دارن. من که دوستش ندارم. فکر میکنم زادگاه هیچ وقت اشتباهاتت رو فراموش نمیکنه. تو بهترین موقعیتم که باشی زادگاهت قرص و محکم بهت میفهمونه هیچی یادش نرفته. آروم و مطمئن تو دلت زمزمه میکنه. شاید الان بولدار و قدرتمند باشی، شاید سرت به تنت بیارزه، اما نمیتونی گولم بزنی. محاله یادم بره چه پسر بچه ترسو و بزدلی بودی. از این احساس بیخودی که تنمو میلرزونه بدم میاد. من دیشب تصادف کردم. فکر نکنی به خاطر تصادف بستری شدم. نه، قبل از تصادف تو بخش بیمارای سرطانی بستری بودم. سرطان من یکی از نادرترین انواع سرطانه. سرطانی که از هر چند صد هزار نفر یه نفر بهش مبتلا میشه. میبینی؟ تو بیماریم با بقیه فرق دارم. اما تو همون بخشی هستم که دختر 5 سالم بستریه. دیشب ماجراها داشتیم. باید برای تعریف کنم چی شد که از بیمارستان زدم بیرون، چی شد که پوشه یه زن خاکستری پوشو برداشتم و فرار کردم. خیال کردم دیگه دست زن به من و پوشهش نمیرسه، اما بلا فاصله بعد از تصادف بیرون ماشین مچاله شده دیدمش. لای لاشه ماشین گیر کرده بودم. به هر طرف نگاه میکردم خون بود، صورتم لط و پار شده بود و کتفم آسیب دیده بود. زن ژاکت خاکستری سرشو خم کرد تا بهتر توی ماشینو ببینه. ازش ترسیدم. هر کس دیگه یه جای من بود میترسید. فکر کن مرد دنبالت بیا پیدات کنه و دو قدمی وایسه. خب این ترس نداره؟ زن دستشو دراز کرد. نمیدونستم چی کار کنم. خواستم خودمو کمی جمع و جور کنم، اما تیکای خم شده یه ماشین منو احاطه کرده بود. زن اما دستمو گرفت و از ماشین بیرون کشید. ایستادم، تعادلم به هم خورد و خم شدم. به دوروبرم نگاه کردم، هیچ کس نبود، تنهای تنها بودم. داد زدم این بار طبق قرار عمل نکن، یه نفر دیگر رو ببر، جون یه نفر دیگر رو بگیر. زن خونسرد و آروم نگاهم کرد. بی اعتنا به حرفم گفت قرار نبود اینجا باشی. دوباره تکرار کردم این کارو نکن، خواهش میکنم این کارو نکن. زن خم شد، صورتشو نزدیک صورتم گرفت. فکر میکرد اینجوری بهتر حرفشو میفهمم. گفت من تصمیم گیرنده نیستم، فقط کاری که بهم محول شده انجام میدم. سرشو بلند کرد، بی‌حوصله گفت پولشمو بده. التماس کردم یه نفر دیگر رو ببر. با خونسردی نگاهم کرد، بدون اینکه هیچ احساسی تو صداش باشه گفت من نمیتونم مرگو با مرگ تاخت بزنم، فقط میتونم زندگی رو با زندگی یه نفر دیگه عوض کنم. داد زدم همین کارو بکن. سرشو تکون داد، روشو برگردوند. دیگه منصرف شدم. روزم این دراز کشیدم، درمونده بودم، نمیدونستم چی کار کنم. به پوشش که روی زمین افتاده بود اشاره کردم. اسمی که میخوای ببری تو پوشه هست؟ زن مطمئن جواب داد اسم همه این تو هست. فکر کردم کی زن خاکستری پوش با مداد سیاهش تو پوشش خط میکشه. حتی فکر کردم به این مسئله ناراحت هم میکرد. خب از دختره میگفتم، همون دختر کوچولوی 5 ساله.
6 روز پیش برای اولین بار دیدمش، همون موقع که تو گوشه دنج راه رو دور از چشم پرستارا بودم. از همونجا که ایستاده بودم در نیمه باز اتاق تلویزیون دیده میشد. دخترک با مادرش تو اتاق بودند. نمیدونم بلند حرف میزدن یا گوشای من تیز شده بود که صداشون رو شنیدم. البته شبای بیمارستان زیادی ساکت، اونقدر ساکت که صدای نشستن برف روی شیشه های پنجره رم میشنوی، صدای راه رفتن گربه روی برفام به گوشت میرسه. مادر از دختر پرسید بزرگ شدی میخوای چی کاره بشی؟ دخترک سکوت کرد، کمی منمن کرد و گفت دکتر، مهندس، نه میخوام فضانورد بشم. مادر و دختر خندیدن، برای بزرگ شدنش نقشه کشیدن، حتی در مورد لباس فضانوردی دخترم حرف زدن. خیلی زود مادر روی صندلی خوابش برد. دختر مداد شمعی قرمزشو برداشت و با حرکت منظم صندلیشو رنگ کرده، همون صندلی که خودش دلش میخواست قرمز باشه. خریگوش کنارش رو زمین نشسته بود، یه مداد شمعی هم دستش بود. دخترک رو به طرف خریگوش کرد و گفت فکر میکنی مرگ سرده؟ خریگوش با گوشای آویزون به زمین نگاه میکرد. دختر منتظر جواب خریگوش نشد، از جا بلند شد، به دورورش نگاه کرد، دستکشای زخیمشو از روی میز برداشت و تو کوله پشتیش گذاشت. همون موقع من از پشت پنجرهش دید. لبخندی روی لبش نشست، برام دست تکون داد، خریگوشو بغل کرد، آروم اومد سمت در، به من نگاه کرد، آروم گفت تو هم سرطان داری؟ سرمو تکون دادم، گفتم گفت من عکس تو توی روزنامه دیدم. با نگاه روی میز اتاق دنبال روزنامه گشتم، ازش نپرسیدم کدوم روزنامه و کجا اسممو دیده. روزنامه هارم که میشناسی بیشتر وقتا در مورد پول و دارایی مطلب مینوشتن. این که الان مشغول چه کاریم و قرار آینده چه کار کنم، اما من تو سکوت کامل خبری تو بیمارستان بستری شدم. به بیمارستانم اجازه ندادم در مورد بیماریم حرفی بزنه، هیچ کس از مریضی من خبر نداشت. خبر بیماریم حتما سوژه خوبی برای روزنامه ها و خبرگزاری ها می شد. مردم به خاطر املاک و دارایی ها منو خوب می شناسن. مطمئنم وقتی بمیرم هم خبرساز میشم. اما مرگ دختر بچه های 5 ساله هیچ توجهی رو به خودش جلب نمی کنه. هیچ جا یاد داشتی براشون نوشته نمیشه. به دخترک گفتم سرطان من مثل سرطان تو نیست. صدای دکتر تو گوشم پیچید، بیماریم نادره. دخترک نگاهم میکرد، چند بار پلک زد و پرسید یعنی تو هم میمیری؟ شونه بالا انداختم، نمیدونم، شاید. دخترک خریگوش رو به خودش فشرد، پرسید تو فکر میکنی مرگ سرده؟ سیگارم انداختم زمین و با نوک کفشم لهش کردم، گفتم هیچ کس نمیدونه مرگ چطوریه. دلم خواست به هر طریقی شده حال هوای دخترکو عوض کنم، گفتم دیگه نباید رو می صندلی ها نقاشی کنی. دخترک ابروهاشو کرد تو هم، شونه هاشو بالا انداخت و محکم گفت وقتی سرطان داشته باشی بهت اجازه میدن هر جا دلت خواست نقاشی بکشی. راست می گفت. بیماری کاری می کرد که اطرافیان حس دلسوزی بهت داشته باشن. خندیدم، دختر کوچولو هم خندید. دستشو به گوشای خریگوش کشید و آروم به طرف اتاقش رفت. فکر کردم آخرین بار کی خندیدم. نه، یادم نمیومد. تو که دنیا اومدی از خودم ترسیدم.
مگه یه بچه چقدر میتونه یه نفر رو تغییر بده؟ وقتی با صدای بلند گریه میکردی، حس میکردم این منم که درد میکشم. اولین بار بود یه نفر اینقدر روم نفوذ داشت. به سن و سال همین دختر توی بیمارستان بودی که ازم پرسیدی شغلم چیه؟ گفتم کارم پول درآوردنه. گفتی خب همه همین کارو میکنن. برای توضیح دادم من با دونستن ارزش زمان پول در میارم، با این واقعیت که زمان مهمه تجارت میکنم. نمیدونم متوجه حرفم شدی یا نه، فقط نگام کردی. میدونم بیشتر دوست داشتی پدر باشم تا فرد مشهوری که بلده چطوری پول در بیاره. با این همه دنبال کار خودم رفتم. با اینکه برام مهم بودی و دوستت داشتم، خواستتو برآورده نکردم. میدونم الان از من متنفری. متنفری که چرا تمام وقتمو کار کردم، چرا با تو وقت نگذروندم و مثل بقیه پدران نبودم. البته همیشه اینطوری نبود. روزایی بود که روی پام می نشوندم تو، کلی باهات حرف می زدم، یا روزایی که دوتایی به آسمون نگاه می کردیم. یادت از آسمون پر ستاره می ترسیدی؟ انگار یکی بهت گفته بود ستاره ها بالا سرمون نیستن، زیر پامونن و آدم ها در مورد جای ستاره ها اشتباه می کنن. بهت گفته بودن کره زمین اینقدر تند میچرخه که اگه کوچیک و سبک باشیم پرت میشیم تو تاریکی ها پیش ستاره ها. این حرفا وحشت زدت کرده بود تا حدی که شبا میترسیدی به آسمون نگاه کنی. یه روز روی پام نشوندمه، دوتایی به آسمون نگاه کردیم، به صفحه سیاه آسمون که این همه ستاره تو دلش برق میزدن، به چشمک ستاره ها و گم شدن شهاب تو دل آسمون. باید دلتو قرص می کردم. گفتم همه ما توی یه غار گرم و نرم زندگی می کنیم. آسمون سنگ بزرگیه که جلوی غارو گرفته. ستاره ها شکاف های کوچیکی هن که نور ازشون می تابه. چشمات برق زدن. گفتم برای من چشمای تو همون شکافای خیلی کوچیکن که از میونشون نور میتابه. با صدای بلند خندیدی. منم خندیدم. مادر تو اتاق بغلی موسیقی گوش میکرد. تو توی بغلم بودی، از سر کلم بالا رفتی. چقدر کیف داشت کنار تو بودن. اون روزا ما یه خونواده بودیم، هر چند زمان کوتاهی بود، اما من متعلق به هر دوتون بودم. راستش ما ستا متعلق به هم بودیم، هر چند تجربیاتی مثل خانواده های دیگه نداشتیم. مثل پدرای دیگه هیچ وقت مدرسه نبردم، دستتو نگرفتم تا از خیابون رد شی. وقتی شمعای تولدتو فوت میکردی کمکت نکردم همه شمعها یک دفعه خاموشن و به این همکاری دو نفره بخندیم. توی تخت خوابت کنار تو دراز نکشیدم تا برات قصه بگم. بله درسته این کارا رو نکردم، اما خب در عوض تو چیزایی داشتی که همه آرزوشو داشتن. من تو رو همه جوره تأمین می کردم. رفاه تو برام خیلی مهم بود. مادرت خیلی باهوشتر از من بود. شاید مهمترین دلیلی که نبخشیدمش همین بود. هوش و درایتشو نمی پذیرفتم. البته مادرت نقطه ضعف بزرگی داشت، زیادی احساساتی بود، زود دلگیر می شد و بعضی چیزها رو سخت قبول می کرد. تو هم پسر مادرت هستی با همون خصوصیات. وقتی مادرت ترکم کرد تو خیلی کوچک بودی. یه روز وقتی از سفر برگشتم تو و مادرت خونه نبودیم. مادر و پسر منو از زندگیتون خارج کرده بودیم به همین راحتی. براتون مهم نبود در چه حالیم و چه میکنم. دوتایی با هم خوش بودیم.
دیگه کسی مثل من کنارتون نبود تا با بی تفاوتیهاش ناراحتتون کنه. باز همینجوری نموند. چند سال بعد وقتی که تو 11-12 ساله بودی با مادرت سر موضوعی دعواتون شد. نصف شب با اتوبوس اومدی خونم. گفتی میخوای از این به بعد پیش من بمونی. تصمیم تو گرفته بودی. فکر میکردی کنار من موندن یعنی آرامش مطلق. اما مگه میشد؟ تو به مادر تعلق داشتی. موضوع رو من و تو خیلی خوب میدونستیم. گریه کردی. خودتو روی قالیچه وسط حال انداختی و داد زدی. این انصاف نیست. راست میگفتی. زندگی هیچ وقت و در هیچ صورتی منصفانه نبوده و نخواهد شد. همون موقع از دستت دادم. دیگه دلت نمیخواست پسر من باشی. الان که اینجام وقتی تو راهروهای بیمارستان راه میرم به تو فکر میکنم. وقتی از پشت پنجره بیرون رو نگاه میکنم و آسمون گرفته رو میبینم یاد تو میفتم. هم صحبتی با این دختر هم تو رو به یادم میاره. شاید به خاطر اینه که 5 سالگی تو رو خوب یادمه. به نظرم همه 5 ساله ها یه جور حرف میزنن و یک جور فکر میکنن. دختر وقتی میخنده یا وقتی حرف میزنه حتی باز و بسته کردن پلکاش مثل 5 سالگی توه. حس میکنم تویی که روبرون وایسادی. چند شب پیش دختر با نوک انگشتش به شیشه پنجره زد. نگاش که کردم با اشاره چیزی گفت. پنجره رو باز کردم. صداش گرفته بود پرسید با هم بازی کنیم. حالا سلی بازی نداشتم. ازش خواستم به اتاقش برگرده. دخترک خریگوش رو به بغلش فشرد، پشتش رو به هم کرد و راه افتاد. چند قدم بیشتر نرفته بود که برگشت. پرسید تو از هیچی نمی ترسی؟ تعجب کردم. پرسیدم یعنی چی؟ آخه همه به من میگن شجاعم. اما راستش من شجاع نیستم. من خیلی میترسم. پلکاش لرزید. آب دهنشو قورت داد. دلم برش سوخت. گفتم ترس چیز بدی نیست. اگر از چیزی میترسی منطقی ترین راه اینه که ترستو پنهون نکنی. نگران نظر دیگران نباش. زورکی شجاع نباش یا ادای آدمای شجاعم در نیار. نگام کرد. معصومانه پرسید تو از اون زن با پوشش نمی ترسی؟ سرمو به نشونه نه تکون دادم. دختر گفت من خیلی ازش می ترسم. همون لحظه چیزی درونم جوشید. یه حس خوب. چیزی که تو فکر می کنی هیچ نشونی ازش تو وجودم نیست. آروم بهش گفتم بیا یه کاری بکنی. من همینجا پشت در اتاقت میمونم نگهبانی میدم. امشب با خیال راحت بخواب. از هیچی و هیچ کس هم نترس. دختر لبخند زد و انگار خیالش راحت شد. صبح روز بعد پشت در اتاق دخترک با صدای دختر بیدار شدم. با مادرش حرف می زد. مثل هر روز بازی تازه ای رو شروع کرده بودن. دختر دلش میخواست کسایی رو برای جشن تولدش دعوت کنه. پشت سر هم میشمرد. روی بعضی اسما تاکید داشت و بعضی ها رو با کمی فکر به زبون میآورد. جالب این که اسم منم تو فهرستش بود. به تولد دخترک دعوت شدم. هرچند نه مهربون به نظر میرسیدم نه هم صحبت خوبی برای دخترک بودم. مادرت معتقد بود کسایی که دورو بر من هستن دو دستن. یا از من بالاترن که بدون شک من ازشون درخواستی دارم، یا ازم پایین ترن که خیلی زود زیر پام له میشن. حق با مادرت بود. من اونقدر این کار رو ادامه دادم تا از آدمای دورو برم کسی دیگه بالاتر از من نبود.
راستش یه جورایی آدم فرصت طلبی هم، برای زنده موندن و رسیدن به خواسته هام هر کاری ازم برمیاد. با پولی که دارم هر چیزی بخوام میخرم، حتی زندگی و حق حیاتو. جاییم که پول کاربرد نداره کارهای دیگه میکنم. شاید باورت نشه اما توانایی رد شدن از روی اجسادم دارم، حتی میتونم کسی رو بکشم. باورت میشه؟ من قبل از به دنیا اومدنم از روی برادرم هم رد شدم. آره عموی تو، عمویی که اصلا به دنیا نیومد. فکر کنم تنها دنیا برای یکی از ما جا داشت و من بیشتر از برادر دوقلوم خواهان زندگی توی این دنیا بودم. زن خاکستری پوش اون موقع هم بود. من زن رو تو تمام عکسای مادرم قبل از دنیا اومدنم دیدم. تو عکسایی که از خونه بیمارستان حتی تو خیابون گرفته بودن، زن پشت پنجره، کنار پرده یا جلوی در ایستاده بود و به نقطه نامعلوم نگاه میکرد. روز قبل از تولدم تو عکسی که پدرم از صف پمپ بنزین انداختم دیدمش. تو عکس آخری مادرم سرشو به پشتی صندلی تکیه داده بود و پدر میخندید. زن از پشت دستگاه‌های پمپ بنزین به مادر نگاه می‌کرد. دفعه بعد تو 5 سالگی دیدمش. می‌خواستم از روی ریل راه آهن رد شم که زن پوشه به دست جلوم سبز شد. چسبید به من. دستش آورد بالا. وایسادم و به حرکت دستش نگاه کردم. همون لحظه قطاری به سرعت گذشت. سرعتش اونقدر زیاد بود که موهام رو تکون داد. ناخودآگاه چند قدم عقب رفتم. قطار رد شد و دور شد. زنم دیگه نبود. دنبالش گشتم اما اثری ازش نبود. دفعه بعد تو 15 سالگیم دیدمش. با بهترین دوستم مشغول بازی روی صخره‌های کنار دریا بودیم. از روی صخره‌ها بالا می رفتیم که زن خاکستری پوش رو دیدم. وقتی از کنارم رد می شد آروم زیر لب گفت: وقتی بارون می باره سنگا خطرناک می شن، مواظب باش. به آسمون نگاه کردم، حسابی گرفته بود. سرمو پایین آوردم تا به زن بگم راست میگی، ممکنه بارون بیاد. اما زن رفته بود. نیم ساعت بعد بارون گرفت. باید زودتر برمیگشتیم پایین. یه قدم بر نداشته بودیم که دوستم پاش لیز خورده از رو صخره ها پرت شد. بارون تا روز خاک سپاری دوستم هم قطع نشد. زن خاکستری پوش رو تو مراسم دیدم. زیر چتر سیاهش ایستاده بود و به جمعیت نگاه میکرد. شب آخر زندگی پدرم هم زن رو دیدم. تو خونه سالمندان بیرون اتاق پدر ایستاده بود. زن با مداد مشکی توی پوشش چیزی نوشت. بعد به اتاق پدرم رفت و دیگه از اتاق بیرون نیومد. همون شب پدر از دنیا رفت. زمان فوت مادرم هم بدون شک اون زن حضور داشت. مادر که مریض شد من خارج از کشور بودم. هر روز تلفنی با هم صحبت میکردیم. از احوالش که میپرسیدم میگفت دکتر میگه همه چیز طبیعیه مادر. میدونستم اینا رو میگه تا من نگرانش نباشم. از صدای گرفتشم میفهمیدم که خیلی ضعیف شده. مادر از دنیا رفت. یه نفر رو فرستادم تا به آپارتمان مادرم بره و دارایی‌هاشو ارزیابی کنه. برام چند تا عکس فرستاد. تو یکی از عکسا که از تخت خواب مادر گرفته شده بود، یه مداد مشکی روی زمین بود. وقتی به آپارتمان مادر رفتم مدادو ندیدم. دمپایی‌های مادر تو راهرو بود و ته دمپایی چند تا گله کوچیک پشمی چسبیده بود. همشون هم خاکستری رنگ. به گذشته که فکر میکنم بعضی اتفاقا پر رنگ تر از بقیه به ذهنم میاد. اتفاقایی که نمیشه فراموششون کرد. پاییز سال قبل روز تولدم به هم زنگ زدی.
پسر 20 ساله‌ای بودی که تولد پدر 45 سالش رو تبریک می گفت. از مستقل شدنت به هم گفتی. گفتی تو رستوران کار پیدا کردم. برام کاری نداشت بهت شغل خوبی بدم. کاری به مراتب بهتر از چیزی که به دست آورده بودی. اما تو نخواستی. ازت پرسیدم خوشحالی؟ جواب دادی بدک نیست. فکر کردم شاید مادرت مجبورت کرده زنگ بزنی. پیش خودم گفتم شاید به مریضیم شک کرده یا بویی برده. به کافه دعوتم کردی، همون کافه‌ای که بچگی‌ات با هم می‌رفتیم، یادته؟ روزای کریسمس وقتی با کشتی به دانمارک می‌رفتیم اونجا غذا می‌خوردیم. تو سفر با کشتی رو دوست داشتی، ماشینم حال تو بد می‌کرد. میگفتی در عوض کشتی حال خوب کنه. من مسیر رفتن رو دوست داشتم. از اینکه به مکانی دورتر از محل زادگاهم برم لذت میبردم. اما تو بازگشت رو دوست داشتی. من دوست داشتم همه چی رو پشت سر بگذارم و تو دوست داشتی روی عرشه بایستی و به شهری نگاه کنی که توی افق پدیدار میشه، شهری که منتظر ورود مسافره. پاییز پارسال فهمیدم اوضاعت رو به راه و حالت خوبه. دلم نیومد از بیماریم بهت بگم. تو اون موقعیت حس همدردی تو رو نمیخواستم. تو همون پسر بچه‌ای بودی که روی پله خونه منتظرم می نشست. طبق معمول دیر می کردم و توی نگاه چیزی می دیدم که دوست نداشتم. چیزی شبیه نفرت. دلم نمی خواست همون پسر بچه تو دلش بگه. دیدی آخرش چی شد؟ چه بلایی سرت اومده؟ بهت من گفتم تا برات همون پدر سالم ولی بی اهمیت خانواده باقی بمونم. آخرین باری که با هم سفر رفتیم و یادته، تو 14 ساله بودی. بهت یاد دادم چطور توی بازی بازنده ها رو تشخیص بدی، چطور برندشی و همه رو حریف بشی. ترفندان باعث شد همه رو شکست بدی، اما دیگه دلت نمیخواست بازی کنی. وقت برگشت به خونه جلوی یک طلافروشی وایسادی و یه جفت گوشواره خریدی. اول فکر کردم میخوای برای به دست آوردن دل یه دختر خرج کنی، اما بعد فهمیدم برای مادرت خرید کردی. پسر مهربون و دلرحمی بودی، درست برخلاف چیزی که من میخواستم ازت بسازم، مرد کار و پول در آوردن. دیشب وقتی زن خاکستری پوش رو دیدم به تو فکر کردم، به تمام روزایی که خانواده بودیم، حتی به زمانی که از هم دور بودیم. به این فکر کردم که اسمم توی پوشه این زن خط بخوره، تو چه واکنشی نشون میدی؟ اصلا ناراحت میشی؟ پوشه توی دست زن بود، منو که دید ایستاد، با دیدنش فرار نکردم. تمام دفعاتی که دیده بودمش جلوی چشمم اومد. زمانی که برادرم مرد یا دوستم از صخره پرت شد، وقتی حضورش باعث از دنیا رفتن مادر و پدرم شد. این بار برخلاف همیشه ازش نترسیدم، ایستادم و نگاهش کردم. گفتم من تو رو میشناسم، تو مرگی. اخم کرد، دستشو جلوی دهنش گرفت و سرفه کرد و گفت من مرد نیستم، شغلم اینه. شقیقه هاشو مالید. وظیفه من بردن ارواح و تحویل دادنشونه. سکوت کرد، اما انگار هنوز حرفاش تموم نشده بود. دوباره گفت اینقدر درگیر خودتی که خیال میکنی تمام مدت تعقیبت میکردم. نمیدونی من مراقبت بودم. از بین این همه آدم تو رو عزیز کرده خودم انتخاب کردم. تعجب کردم، پرسیدم عزیز کرده؟ دستشو دراز کرد و روی شونه من گذاشت. دستش سرد بود. پوشش رو محکم به سینش فشرد. نمیدونم چرا حس کردم چشماش برق زدن و اشکی روی گونش چکید. گفت
خلاف قانون ما عزیزی داشته باشیم. همون روزی که اومدم برادر تو ببرم، تو چنان جیغی کشیدی که ناخودآگاه رومو به طرفت برگردوندم. اتفاقی نگاهم به صورتت خورد. نباید این کار رو میکردم. برای من خطای بزرگی به حساب میومد. ازش پرسیدم میدونستی آینده من چیه و قراره چه چیزایی به دست بیارم؟ زن سرشو تکون داد و گفت نه، ما از آینده خبر نداریم. من توی چشمات نگاه کردم و قلبم یه جوری شد. کاری که خلاف قانونه و نباید اتفاق بیفته. ازش سوالی پرسیدم که عمری ذهنمو مشغول خودش کرده بود. من باعث مرگ برادرم شدم؟ گفت نه. پس چرا بردیش؟ چرا دوستم، پدرم و مادرمو بردی؟ زن سرشو انداخت با این. به هق هق افتاده بودم. زن دستشو توی هوا تکون داد و زمزمه کرد. تشخیص این که کی بمونه و کی بره دست ما نیست. به زنی که روبرون وایساده بود نگاه کردم. به حرکت صورتش و بالا و پایین رفتن ابروهاش. این زن چطوری به دنیا نگاه میکرد؟ زمان چقدر براش اهمیت داشت؟ رفتن و موندن آدم ها اصلاً براش مهم بود؟ یاد بیماری مفتادم، چیزی که باعث شده بود اسمم زودتر از بقیه تو لیست این زن خط بخوره. سرطان، بیماری که دیر یا زود راهیم میکرد. زن لباش رو به هم فشرد. حس کردم کمی خجالت زده است. گفت من نباید احساس داشته باشم. ساکت شد. لبخندی روی لبش نشست و گفت البته منم بیکار نیستم. واسه خودم سرگرمی هایی دارم. گاهی بافتنی می بافم. به ژاکت تنش اشاره کرد. سرمو تکون دادم. احساس کردم اینو میگه تا تحسینش کنم. به این فکر کردم چند لحظه دیگه اسمم تو پوشش خط میخوره. آروم گفتم اگه اومدی منو ببری من آمادم. راستش میخوام اعتراف کنم همون روزی که پزشک بیماریمو تشخیص داد، عوض اینکه به خودم بیام شروع به حساب کتاب کردم. حساب کتاب تمام چیزایی که ساخته بودم و داشتم. حالا میفهمم خیلی اشتباه میکردم. فردای همون روز وقتی تو ساحل قدم می زدم دوتا سگ دیدم. سگها با موجها بازی می کردن. یکیشون می دوید و اون یکی دنبالش می کرده. سگ اولی می ایستاد و دومی به سر و کولش می پرید. موج دریا سرخوش به پاهاشون می خورد و دوباره به عقب بر می گشت. هر دو سگ دنبال موج به آب می زدن. سر و صدای سگها تو صدای بلند موجها گم می شد. وایستادم و به بازی سگ‌ها نگاه کردم، به خنده موج، به شادی که همون لحظه ساحل رو پر کرده بود. حسرتی بزرگ دلمو گرفت. حسرت اینکه تا حالا اینقدر شاد نبودم. زن دوباره لبخند زد. گفت من دنبال تو نیومدم. هنوز وقتش نرسیده. تو سالمی و مدت طولانی به سلامت زندگی میکنی. لرزیدم. مثل بچه ها بغزم ترکید. پرسیدم پس اینجا چی کار میکنی؟ اون سرد گفت کارمو انجام میدم. از کنارم رد شد، تو راه رو پیش رفت، جلوی در ایستاد، پوششو باز کرد و با مداد سیاهش روی اسمی خط کشید. بعد در اتاق دخترک رو باز کرد. چند روز قبل صدای دخترک رو شنیدم. میخواست با پاکت شیری که خورده بود دایناسور درست کنه. مادرش میگفت الان وقتش نیست. دخترک کوتاه اومد. با صدای لرزون پرسید من حوصله‌ام سر رفته، میگی چی کار کنم؟ مادرش کمی فکر کرد و گفت بیا بازی کنیم.
بازیشون حرف زدن تلفنی بود. مادر گفت دزدای دریایی اسیرش کردن و قراره به جزیره مرموزشون ببرنش. اگه به دزدای دریایی کمک کنه تا کشتی پرنده بسازن، در عوض آزادش میکنند. دختر کوچولو خندید. حالا نوبت خودش بود. گفت با یه سری آدم غریبه توی سفینه است. با آدم غذایی ها. مادر درست کلمه رو ادا کرد. آدم فضایی ها. دختر سکوت کرد تا متوجه ادای درست کلمه بشه. لبخند مادر رو که دید گفت آدم فضایی ها با خودشون دستگاه های عجیب و غریب آوردن. یه دستگاه بزرگم هست که یه عالم دکمه داره. آدم ها رو صورتشون ماسک دارن. میخوان یه چیز گرد و بزرگ رو دهنم بگذارن. به بازوم چند تا سیم وصل کردن. با هر تکونی که میخورن لباسشون خشخش میکنه. میگن از 10 تا 1 بشمرم. به 1 که برسه دیگه خوابم برده. اما من دلم نمیخواد خوابم ببره. مادر زد زیر گریه. دختر ساکت شد. بازی تلخی بود. دخترک پیش پیش کنن گفت بچه ها نجاتم میدن. همون موقع پرستارا اومدن. سعی میکردن با آرامش کارشون انجام بدن. دخترک رو تخت چرخدار خوابوندند. با خودشون دستگاهی اسرارآمیز با دکمه‌های بزرگ آورده بودند. چند تا سیم به بازوی دخترک وصل کردند. آدم فضایی‌ها با اون لباسای مخصوص، با ماسکایی که صورتشون رو پوشونده بود و لباسایی که خشخش می‌کرد، دور و برش راه رفتند. بعد دخترک از 1 تا 10 شمرد. به 1 نرسیده خوابش برد، با اینکه اصلا دوست نداشت بخوابه. هر کسی جای من بود سعی میکرد دخترک رو نجات بده. وقتی زن لباس خاکستری در اتاق دخترک رو باز کرد، تازه فهمیدم منم مثل همه مردم دیگه معمولیم، مثل همه احساس دارم و معمولی رفتار میکنم. دویدم زن رو هل دادم، پوشه رو از دستش قاپیدم و فرار کردم. ماشینم جلوی بیمارستان پارک بود. سوار ماشین شدم و گاز دادم. لاستیک ها به برف ها چنگ می زدن و جلو می رفتن. یه راست رفتم سمت دریا. ردیف خونه ها رو مثل برق و باد پشت سرم گذاشتم. به اتوبان نرسیده سرعتم رو کم کردم و توی ورودی اتوبان ترمز کردم. چراغای ماشین رو خاموش کردم. منتظر موندم تا کامیونی از دور پیداش بشه. نزدیک که شد وارد اتوبان شدم. دیگه چیزی یادم نیست، فقط یادمه دردی توی گوشام پیچید و نوری منو توی خودش غرق کرد. همه جا خون ریخته بود. زن اونجا بود، از بیرون ماشین مچاله شده نگاهم میکرد. دستشو دراز کرد و منو از میون آهنپاره ها بیرون کشید. پوشش توی دستان بود. فریاد زدم جون یه نفر دیگر رو بگیر. فهمید خودم اون میگم، اما نمیتونست مرگ رو با مرگ محافظه کنه. فقط میتونست زندگی رو با زندگی تعویض کنه. روی زمین دراز کشیدم. زن آرام و شمرده گفت مردنت کافی نیست. اگه میخوای برای زندگی دختر جا باز شه، باید یک زندگی از بین بره. مجبورم تمام جزئیات زندگی رو پاک کنم. تو نمیمیری اما وجود هم نداری. هیچ کس تو رو به یاد نمیاره. انگار هیچ وقت رو زمین نبودی. زندگی در ازای زندگی. بیچونه چرا قبول کردم؟ زن گفت باید به اون چه که از دست میدم آگاه باشم. باید متوجه باشم قرار از چی دست بکشم. باید از نزدیک این احساسات رو تجربه کنم. به خاطر همین با هم پیش تو اومدیم. 1 ساعت بعد توی هلسینگبورگ بودیم. از پشت پنجره نگاهت کردم. پیشخان مغازه رو تمیز میکردی.
یادم اومد یه بار مادرت بهم گفت روزی میرسه که نمیتونی توجه بچه‌تو جلب کنی. مادرت راست میگفت، اون روز از راه رسیده بود. زن کنارم ایستاد، به تو اشاره کرد و گفت اگر زندگی تو برای دخترک تو بیمارستان بدی هیچ وقت به پسر تعلق نداری. نگران پرسیدم اگه بمیرم چی؟ زن محکم گفت نمی میری، پاک میشی. ذهنم یه دنیا سوال بود. زن توضیح داد پسرت وجود داره اما پدرش یه مرد دیگه است. هر چیزی که جا بذاری باقی میمونه اما با دستای دیگه، انگار اصلا وجود نداشتی. سکوت کردم. تصمیم سختی بود. به این فکر کردم اگه تو بودی این کار رو میکردی؟ زندگی تو به خاطر یه نفر دیگه میدادی؟ مطمئنم این کارو میکردی، چون تو پسر مادرت هستی با همون خصوصیات. بزن گفتم از وقتی مریض شدم هر روز اینجا میشینم و تماشاش میکنم. زن سرشو به نشونه تایید تکون داد، از کنارم رد شد و به طرف در رفت. یه دفعه ترسیدم، داد زدم کجا میری؟ باید در موردت مطمئن بشم. نگران گفتم ما رو میبینه. زن خندید، معلومه که میبینه. تو درو باز کردی. زن آهسته بهت گفت نوشیدنی میخوام. آروم گفتی تعطیله. اما زن جلو رفت. منو دیدی. فکر کنم درست همون لحظه دنیای هر دومون متوقف شد، از حرکت ایستاد. لباسم پاره بود و صورتم خونی. هیچی نگفتی، فقط نگام کردی. حرفای زیادی برای گفتن داشتم اما سکوت کردم و چیزی نگفتم. تو روی پیشخونو دستمال کشیدی و لیوانا رو مرتب کردی. به دستات نگاه کردم. چنان عاشقان کارتو انجام میدادی انگار لیوانها موجود زندن. همیشه همین طور بود. تو این شهر رو دوست داشتی، آدماشو، ساختموناشو، حتی تیم فوتبال مسخره و بیخاصیتشو. تو از همون اول جای درست خودت بودی. به زن خاکستری پوش از تو گفتم. تو خندیدی. از دیدن خندت خوشحال شدم، اونقدر که دلم میخواست بال در بیارم. در مورد کارت پرسیدم، جواب دادی بدک نیست. تمام این سوال و جوابها به خاطر خودم بود. تو هیچ کدوم از این صحنه ها رو به یاد نمیاری. فکر میکنم باید میگفتم بهت افتخار میکنم. همه چیزو جمع کردی. من دنبالت راه افتادم. برگشتی فنجونی که دستم بود رو ازم بگیری. دستامون با هم تماس پیدا کرد. ضربان قلبتو حس کردم. انگار قلبت روی نوک انگشتات میتپید. به زن نگاه کردی. آروم گفتی خوشحالم با کسی آشنا شدی. کسی که هم سن خودته. جوابی ندادم. لبخند زدی و گونمو بوسیدی. کریسمس مبارک بابا. قلبم ریخت. رفتی تو آشپزخونه؟ زن پوششو از روی پیشخون برداشت. رفتیم بیرون. پرسیدم چی کار کنیم؟ زن گفت میپریم تو آب. گفتم درد داره؟ زن سرشو به نشونه تایید تکون داد. گفتم من میترسم. زن لبخند زد، نمیترسی، فقط قصه میخوری. به پنجره های باز اشاره کردم. زیر لب گفتم چیزی یادش میمونه؟ زن سرشو تکون داد و با صدایی گرفته گفت نه، اما بعضی وقتها شاید لحظه‌ای. بازن توی آب پریدیم. درست همون موقع هلسینگبورگ رو همون طوری دیدم که تو دیدی. مثل سایه چیزی که میشناسمش. مثل خونه. بالاخره اینجا شهر تو و منه. چیزی نمونده که بیدار بشی. صبح کریسمسه و من دوستت دارم.